نازم بفرمو بشین. بعضم مریض بدعمل بشه، توقع داری که من یه کار غیر قانونی انجام بدم؟ من کاملا شرایط شما رو درک میکنم، ولی خب روال قانونیش اینه، نمیتونم کار غیر قانونی انجام بدم، ولی سعی میکنم که هرچه سریعتر کارتون رو راه بندازم. چی شد؟ خواب بد دیدم، یه ذره دلم شور میزنه. بذار ببینم. چرا؟ یا خدا چه خاکی تو سرم بریزم. مادر اونجا چه خبر؟ نبود اونجا. مامان اینجا هم نبود. بیایید مادرتون اینجاست. مادر جون، مادر جون، سلام علیکم. سلام مادر جون. التماس دعا. چی شده؟ هیچی، اومدیم دیدنه دیگه، قربونت برم. دلم برای تنگ شده بودش، گفتیم بیام ببینیمت. آخی میبینم حالا تو خوبه مادر جون؟ آره بابا خوبم. نظر باشه نه. سیب زمینه چیه مادر؟ نگاه آورده بودم نار پوست بکنم، یه دفعه لامپ سوخت، تاریک شد، منم یادم رفت. ایوان. آره دیگه نگران نباش، الان من خودم درستش میکنم. راست میگی؟ آره درستش میکنم. پس بلند شد درستش. منم سیب زمینی رو درست میکنم، اصلا نگران نباش. دختر رو بیاری کمک کنم. برانشو 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 درست کن. کمک اومد اینا مگر نمی؟ بله دست درد نکنه، ما به دعوت کرد. علی سلام. سلام بایی جان، خوبی؟ چه اومدین شما؟ خوبی اومدین. بخ 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 سلام عزیزم، خوبی؟ مادر بایی سلام 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 علیکم، خوش اومدی عزیزم. سلامت باشی. سلام خانم داداش. چه عجب، شما رو دیدیم هم چه فرقی نداره. قابل شما هم قابل تو رو نداره. دست شما درد. سلام علیکم. سلام عزیزم، خوبی؟ کجا میری؟ دارم در باز کنم. برو باز شو، برو باز. بیا دو خدم زارا
براش آسونه. خودت هم بذار دیگه. میگم بذار، میخوام من اون بگیرم. مریم چه خبرتون ماما؟ اون تو رو اصلا نمیگیره. بگیر این درده باشه که تو زاش بس کنم. بده من آبرو رو بردی. بیا تو. بیا تو. دست درد نکنی رو دوست باش موقع خطرناکه ها برق بره دیگه چیکار کنیم دیگه خب مرد تو بزن مادر جان دیگه نه در درستش خوب چیزی نیست نه عزیزم بفرمایید چیز دیگه لازم دارید بیرونه بگیره شما سلامتی سلامتی من یه 20 دقیقه ای میشه نه شما چه خبر شما قربان شما خوب مرسی دست درد نکنید. سلام. 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 خوب اینجا به درد میخوره. بله دیگه. خسته نباشید. دست درد نکنید. اجازه من برم میبرم بیارم. برو عزیز. دست درد نکنید. بذار بچه‌ها زحمت بکشن. من بذار بچه‌ها بیان کمکه. ریحانه. سحر. بیا این کاری کارتون دارم دخترم جانم اومد جانم زحمت بکشید این میوه‌های حوض رو جمع کنید بعد من بیاید پایین چشم چقدر سرده خیلی سرده اینو بگید که من برم بگیش این هم بگه تا بیا وای این که دستامو یخ میزنه دختر اون برم برای بیارشون میخوام بیان آخه خدا کنه که دوباره دستان بسیم من خورامه من پس همون قبولانشم سعی جان شروع نکن سعی جان بچه ها ساکه درسته من این دقیقه اجازه بدهیم مادر چی بابا میخوام بگم چرا اینا نیومدن دیر کردن من دل شوره دارم مادر جان مادر جان تو چرا اینقدر بیتابی مگه قرار نبوده ساعت 8 بیان الان ساعت چنده 2 ساعت دیگه مونده مادر عزیزم آخه شما که نمیدونین دل من چقدر لک زده بود برای یه همچین دور هم جمع شنی که قبل از اینکه بمیرم دور از جونتون ایشالله که سالهای سال سایتون بالا سر ما باشه خدا به شما عمر با عزت بده مادر این حرفا چیه؟ ایشالله هزار ساله بشیم مادر فقط من یه چیزی بهت بگم اینا رو من به زور جمع کردم امشب دوباره بیان اینجا تو رو خدا مثل اون شب نشه همون ببین پسرم خیلی ازت ممنونم اما تو هم میدونی منم میدونم بعد از پدرتون تو واقعا برای این بچه ها پدری کرد خدا الهی که حفظت کنه خدا انشالله عمر منم بذاره رو عمر خدا نکنه نیومدن بیا میاد مادر میگم آخرین بار که بهارو دیدم عید پارسال بود آره که رفته بودیم خونشون در عوض هر هفته من نیکونو توی کلاس فوتبال میبینم گفتی کی زنگ زده؟ حمید زنگ زد گفت تو راهم داره میایم اینجا خدا به خیر کن امیدوارم این دفعه دیگه دعوا مربا را نندازن نه انشالله دیگه اونجایی نمیشه هم که خلاصه سنگ تموم بذاری و بچه ها رو با هم آشتی بدی اینشب خاطر جمع باش دیگه قرمری تو کاری نوشه جونه تو آره ما در جون خیلی وقت خدا بوش نخورده بودیم خدا رحمت کنه آقا جونو
همیشه بر من تو آغوش نونتی میگیر خدا رحمتش. آره واقعا خدا بیامرزتش. آقا جون خدا بیامرز فقط آغوش تو نونتی لیت کردنش یادم مونده. من فکر کنم تنه آقا جون همین الان هم داره تو گور میلرزه. چطور مگه داداش؟ چی شده؟ تو چرا خواهر من؟ تو که خودت شوهرت نمیتونه از جاش بلند شه. گیر و گرفتار دوا و درمون و بیمارستان و اینجور چیزایی. تو دیگه چرا؟ دوا میشه؟ چه شد؟ خب بهش دوغ بده تا آبو میاره. بیا نه نه نمیخوری آب بیاره. آره دوم نمیخوری دوغ میگه بس سر صفر بحث میخوریم بابا نکنید دیگه بفرما بچه همه حالش اینجوری شد بابا سر صفره هست آبش اقا گرم بود فکر کنم یخچال خاموش باشه چون چراغش هم خاموش بود یخچال رو من خاموش کردم برای اینکه میخواستم تمیز کنم اینم شد مسئله؟ نه بابا چه مسئله خوب کردی خاموش کردی به افتخار مامان که یخچال خاموش کردی بله کی از زبون مینا خانم گلایه شنیدی که این بار دومت باشه ها؟ آخه با گلایه که چیزی درست کنه من همیشه از خدا خواستم خدا رو شو کش بختم نداشته برای مشکلی کشه چه کاری بود؟ مامان بسته دیگه خدای بین پایین زود باش همه خیس شدیم خب یعنی هیچ مشکلی نداری تو زندگیت؟ لیلا جان، آخه این چه حرفیه که میزنی؟ مگه میشه کسی تو زندگیش مشکل نداشته باشه؟ والا مینا خانوم، ظاهرن که این طوره اشتباه شما همینه دیگه، بگیر شما همیشه فکر میکنید با بحثای علکی و تیکه انداختن میتونید مشکلتون رو حل بکنید ولی واقعا این راهش نیست عزیزم، ما چه بحث علکی کردیم؟ چه تیکه ای انداختی؟ بعدشم در و دل کردم حداقل دلم که خنک میشه آقا اگه دلت خنک میشه این حرفا رو بزنید بابا ما فقط حرف از سهم شرعی و قانونی شوهرامون زدیم همین این بحثا رو بذارید کنار من میگم اگه هممون پشت هم باشیم و کسی ساز مخالف نزنه منظورت منم دیگه دقیقا منظورم خودت عزیزم همین امشب همه مشکلاتمون حل میشه تو رو خدا بس کنید دیگه نگه دوباره میخواید حرف قبلی امشب دوباره تکرار کنید وای یعنی قراره دوباره با این حرفا همه چی به هم بریزه چیزی به هم نمیریزه فقط اگه بسو میبرم اینجا بفرمایید تو داری برس خودت میبری و میدوزی همینجوری میری جلو کاری هم نداری کسی چی میگه من الان کارگام آتیش گرفته الان کار ندارم نمیدونم چی کار باید بکنم خب کارگاتو بیمه میکردی دیگه آقا بیمه نکردم غلط کردم اشتباه کردم الان باید چی کار کنم من نمیدونم چرا کسی نمیفهمه اگه لیلا خانم من اگه نره سر کار من باید کاسه گدایی دستم بگیرم را بیافتم تو خیابون آخه این درسته؟ البته پول من و حمید نداره منتها منم دیگه کم آوردم تا کی باید شیفت بردارم به خدا همه چیز مادیات نیست که
شما الان همتون ورش مشکلاتتون رو آوردید خونه این بنده خدا. مینا خانم نفست از جا گرم در میاد نه؟ یه جوری هم باید بشه که مشکلات بچه‌ها حل بشه دیگه. همتون مشکلاتتون رو گفتی، من یه کلمه حرف نزدم. پس بذاری منم مشکلاتمو بگم. من جنس آوردم، جنسم فروش نرفته. الان فردا باید برم تو زندان بخوابم چون چکم پاس نمیشه. حالا شما وقتی جنس رو احتکار می‌کنی، بیاری میزی تو انبارت، الان که همه چی ارزون شده، باید هم ضرر کنی. بفرما آقا محمود، محتکرمون هم کردن. چرا این فایده رو ببین؟ از وقتی شوهر بدبختش این بلا سرش اومده 20 سال پیر شده. این خواهر تو نیست؟ نفست از جای گرم داره در میاد. ماما بابا بابا با تو هم بابا جای جمع شدن یعنی بابا بس دیگه وای دیدی بابا قصد شدم بابا راستی فردا جلسه دیدار با آلیا داریم ساعت 9 صبح یادت نره بیای من باید برم فردا پیش رئیسم میگی مامانت بیا بله قربونت برم دادش اگه میخوای من میتونم جاتون برم زحمتت بشار جی نه بابا چه زحمتی دست در نکنم آقا رحمان یه لحظه بیا ای بابا ای رحمان کجایی؟ ها چیه؟ چی کار میکنی؟ بچه رو دیدی؟ الهی مادرش بمیره مثل شم داره پرپر میزنه زندگیم داره از دستم میره بچه‌م داره پرپر میزنه فردا فردا زیر چشاشو دیدی چقدر گود افتاده ما وقت زیاد نداریم رحمان نمیخوام ناراحتت کنم این وام چی شد فردا به قرآن روزی هزار بار آرزوی مرگم میکنم به خدا یه موثر این بچه‌م کم بشه خودم و این زندگی رو با آتیش میکشم نگی نگفتی حالا تو خودت انقدر ناراحت نکن اگه میشه خودم ناراحت نکنم بچه هم داره مثل شمع آب میشه جلو چشم خدا بزرگه بالاخره درست میشه هر میشه دیگه درسته که خدا بزرگه ولی ما هم باید تلاش کنیم دیگه یه ماه میگه امروز و فردا اونم اگه کاری بتونه بکنه میکنه بچه اونم هست دیگه چی بگم بالا مشکل اون باید حل بشه تو که شو یه دو خدم زار آشپزخونه خودت هم بزن دیگه میگم بزن میخوام من اون بگیرم چه خبرتون بابا؟ مامان دوغ اصلا نمیگیره خب بگی دوغ رو از آشه بزه تو آشپز خونه بره من آبرومو بردی بیا تو بیا تو دایی حسنه دایی حسنه حالا تو دیگه بهش چیزی نگی یا الله یا الله سلام دایی جان سلام خیلی مخلصم دایی جان قربونت خوش اومدی بس دیگه از این طرف ها بیا بشم سلام حاجی میرم چطوری؟ چی شده؟ میبینی دیگه ای بابا همینجوری فشارتو نمیافته چی؟ دایی خبر نداری چیه دایی؟ عموینا اومده بودن میخواستن طلای مامان جون رو بگیرن مامان جون هم بهشون نداد اونا رفتن بلند شو بلند شو یه حرفا رو نزن بزر یعنی چی؟ این طلاها رو میذاری جلوی چشم چشم داشت دنبالش دایی چکار من داری؟ اصلا تو چی شد؟ آب جی اومده بودم یه سری بهتون بزنم یه خبری هم بهتون بدم سلام بگی بشین بگی بشین من از اون موقع که اومدم یک کلمه نگفتم تسلیت میگم همین از راه که رسیدی یه دو دقیقه زبون بدم بگیزم هیچی نشده چیز مهمی نیسته خب دیگه داره میگه تسلیت میگم اگه چیزی شد سلام دایی جان سلام بفرمایید چیز مهمی نیست داداش چیه میگه تسلیت میگم میگه چیزی نشده بابا عمه منیر بود فوت کرده خدا رحمتش کنه یعنی مرد عمه منیر مسعود امروز زنگ زد گفتش عمه حالش بده ما صبح اول صبح داریم میریم آبجی من با خودمون میبریم
چطوری باید بیام؟ دیشب آب گذاشتم توی یخچال سرد بمونه. برم بردارم بیا که تو ماشین تشنه نمونی. من برم بیارم. چی شد؟ پرسه تو رو خدا دیگه دعوا نکنی. نه بلده حسن میره میاره. کلید رو بده من که من درم درست سر گفت کنم. ببین درم چشم چشم چی شده؟ یاد یه مثالی افتادم. میگه این گله رو ببین که چه راحت میچرد، اون گرگ عجل رو ببین که چه یکایک میبرد. الان جریان مسخور رو نبرد. خدا رحمتشون کنه. دیگه همینه دیگه، این زندگی همینه. الو سلام، خوبی؟ ببین شانس به امون رو کردم، پیرزن همسایه بغلیمون رفت. نمیدونم ماما جان.
بیا مامان جان بیا بریم. دست داداشو بگیر. میگم که من امروز رفتم خوبی. در خونه مارا سلامتی. تو بهش آش بدم نبودم. قربونت سلامت باشی. خیلی ممنون. فدی بردم همسایه مادرتون. شما خوبی سلامت باشی. آقا محمود میگم خانم هم رفته دم خونه مادرتون. هرچی در زده جواب نمید. خدا قوت. سلام علیکم. دست شما درد نکنه. سلام. چی شده؟ کی تو خبرشو نداری؟ یکی دو ساعته میشه. نه بابا منم زنگ زدم جواب نداد. ببخشید شما به زحمتش میکنم اختیار دارید. ای بابا. چشم کم بهشون میاد. سفری با نمیکنه. نگرانی من از همینه. سلام علیکم. کی داری؟ سلام خدا قوت. خسته نباشید. خسته نباشید. اوکی بابا بر بیا. نه خیلی ممنون. زنده باشی. الهی که خدا بهت قوت بده. کامران کلید نیوردی؟ کلید جون بابا کیفو گذاشتم تو ماشین. ای بابا چه غلطی بکنم. سلام سلام. ای وای مامو جان چه خوب بودی اومدی. سلام. اومدی دیگه ماما. چه خبری داری؟ نه نه نه. بابا یعنی کجاست این خدا خوب باش. آقا من درو باز کن بد مردم از دل شوره. یا خدا نکنه مادرم مرده چه مرزش رو زبیم هم داره نکنه جنگلش رو ببینم مامان مامان بابا داره میاد اوی بابا اینجاست اینجاست بابا اینجاست سلام ایو چیه؟ ایه کمک کنی رو بذاریم اینجاست خالش نظر بیشه ما چی بریم زنی اینجا؟ چی بریم اینجا؟ چی بریم اینجا؟ آم بزاری تو آشکالی نه باشه نظر بیشه این که رسمش نمیشه دل عاشق همیشه تک و تنها بمونه تک و تنها بمونه یا علی مزاحمت میشم چای گذاشتم وقتشی بیا بخور اینا رو چرا دوباره گذاشتن اینجا آخه چرا رحم ندارین بابا چرا اینجوری میذارین آخه خدا سوال خشک نریزه خب بابا بابا بیا یه بابا شدیدی بیا خوبی بابا بیا شدیدی بخوری بابا سلام بچه برین تو برین تو شیرینی بخوری بچه برین 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 تو برین بزا برن تو بهت میگم چه خبره پول عمل جور شده دروغ نگو جدی میگی فردا میبرمش بیمارستان خدای شکرت از کجا جور شده بماند بگو دیگه از کجا تا نگی که نمیشه برو تو خدای شکرت نه 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 بعدا بهت میگم مشخصش کن. یه بحثی شده. ساکت بشین. یه راحت دیگه ما رفع زحمت بکنیم پایی نه پایی نه 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 بابا بیان خونه خودتونه یعنی چی نمیان قربونت برم آبجی خسته راییم تو هم خسته برو استراحت کن ایشالا یه وقت دیگه
برو مواظب باش. کاری چیزی داشتی زنگ بزن. آروم بریا. سارا جون خداحافظ. خداحافظ. الو مادر جان سلام. احمد تویی؟ سلام مادر. سلام چطوری مادر؟ بله بله خوبی؟ آره بابا منم خوبم. خب خدا رو صد هزار مرتبه شد. نمیدونی چه مراسمی شد. اگه بدونی چقدر آدم اومده بود. خدا رحمتش کنه. خدا بیامرزش. آره آره مفصل مفصل. دیگه منم یواش یواش دیگه باید منتظر. ای بابا هنوز از سفر باید بوده. این چه حرفی میزنی مادر جان؟ حالا من یه چیزی گفتم حالا یه عالمه حرف میزنی راجبه. آخه یه حرفایی میزنی آدم ناراحت میشه. زشت مادر. باشه باشه خیلی خوب. صدا چی بود؟ یه چی بابا موتور بود. موتور بود؟ باشه. ببین احمد خواهش میکنم برای امشب بچه ها رو همه رو جمع کن بیا خونه من. اتفاقی افتاده مادر جان؟ نه بابا چه خبری؟ نه خبر خیره 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 ایشالله. مگه میشه؟ من به نمایندگی همه تو رفته بودم. مادر منو حمید واسه رفته رو اون شب ببخش. میدونی؟ خدا رو شکر مشکلمون حل شد. چه جوری؟ یه نفر پیدا شده با همین چریک شده. راست میگی. وای خدای چه خبر خوبی دادی والا. دیگه خبر بهتر از این نمیشد. ما دیگه هیچی ازتون نمیخوایم. حالا اون بماند برای بعد. اتفاقا یه جورایی مادر کار منم داره درست میشه. مشتری قدیم پیدا شده میخواد نصفی از جنسا رو ببره. اگه این کارو بکنه چند تا چکم صاف میشه. ای وای خدای شکر. ولی احمد رو که گفتم همتون رو جمع کنی اینجا میخواستم یه چیزی بگم. شماها کاراتون درست شد. منم یه اتفاقایی برام افتاد. انگار یه جورایی شدم اگه بهتون بگم از خودم بدم اومده شاید باورتون نشه. فکر کردم دیدم طلاها و خونه و زمین عمه همین جوری موند. هیچ کدومو که با خودش نبرد. پس منم نمیبرم. حالا بیام اینا رو بدم بچه ها مشکلاتش رو حل کنن. برای همین تصمیم گرفتم بیام تهران همه طلاهامو بفروشم پولشو بدم به شماها که هر کدومتون گرفتاریاتون رو حل کنین. تنها چیزی که واسه خودم نگه میدارم راستش فقط این حلقه است. اینم یادگار پدرش. خدا بیام مرزم دیگه. طلاها رو چه کنیم؟ طلاها رو کن آم گذاشتم تو فریزر جای یخی یخچال. آره فریزر؟ تو یخچال فریزر گذاشت؟ یه یاد باباتون افتادم که اونم وقتی یه چیزی قایم میخواست بکنه لابد یه چیزی میدونست میذاشت تو فریزر. منم گذاشتم تو فریزر. ما کلی یخچال رو تمیز کردیم تو کیسه زباله بدیم انداختیم تو سطل زباله بیرون. مادر من که توی بیمارستانم تا حالا بیمارستان حالش بود چیکار کردی احمد؟ احمد میشه انقدر بیخودی تفریم بگو چی شده دیگه تو درست در بابا چرا بودی توی بیمارستان؟ تقصیر یکی از شما بوده دیگه حالش بد میشه دوباره. یه دقیقه صبر کنید. حسن اون روز که داشتی من میبردی برای برنامه عمه گفتی برم از تو خونه آب بردارم. رفتی یخچال روشن بود یا خاموش؟ آبجی من اینقدر عجله داشتم که اصلا به فکر روشن و خاموشش نبودم که. چی شد؟
شد؟ خب دایی توی فرشگاه تو میگم یه طلایی دیگه بدارت بکشید ساکر داد بیدار نکن بی خودی اتفاق افتاده؟ از زیاد میگم مناسب نیست تشکر این دفعه بهتره. چطور آقا فرید؟ بفرم سلام. سلام. چی شده؟ این آقایونو میشناسی؟ بله فرید، حاضر اعتراف کردن که وارد منزل شما شدن به خاطر صحبت نکردن. آقا روم سیا بهشون بگو من دزد نیستم. آقا بذار من بگم. من دو من چیزی یادم نیست. من تمام درمسلا به خاطر شما. کجایی؟ یه دکتر بود. الان میام. الان میام. آروم بچه تو با پول حرام عمل نکن. چرت و پرت نگو. چرت و پرت نگو. بچه با پول حرام. چی داری؟ نمیشی. بیشی دارم. بفرمایید. سلام فضا. سلام آقای صادقی. بفرمایید. خوبی شما؟ خیلی متشکرم. تماس گرفتم خدمتتون هستم. چیزی شده؟ آها، تماس گرفته بودیم. خطایی هم از سر زده؟ پاکت مال شماست. چرا اینقدر زود قضاوت میکنین؟ حالا یه نگاهش بکنین. حکم اخراجه؟ نه. اخراج نیست. ببینید. یا خدا. وامم جور شد؟ نه آقا رحمان. وامتون که زمان میبره تا جور بشه. اما چون حال بچه اینجوری بد بود، به هر حال بچه ها تصمیم گرفتن. یه مقداری پول بچه ها تهیه کردن. یه مقدار من خودم گذاشتم. کار شما راه بیفته. بعد کارت که راه افتاد. وامتو گرفتی، پول بچه ها رو میدی. پول من خودم هم عیدی بچه هم یه تو رو خدا بس کن. بیا بریم، بیا بریم، نو کردم، بیا بریم. سال شده این هست میکنی شما؟ بله. تا راه دونم
سلام علیکم. سلام. خدا سلام. خوبی؟ بهتر شدی؟ خدا رو شکر. آقای دکتر، حال مادرمون چطوره؟ خوبم، خدا رو شکر. یه حمله عصبی خیلی ساده بوده. الان هیچ مشکلی نداره. میتونی ترخیصش رو کنی. دیدی مادر بهت گفتم هیچ چیز نیست، انقدر میترسی؟ شما پسرشون هستین؟ بله. مادر جان تو این چند روز واقعا آب سرد و خیلی زحمت برات میکشیدن و خدا حفظش کنه. خواهش میکنم. وظیفه مونه همین یه دونه مادر که بیشتر نداری. پس من میرم داخل اتاق هم برای کاری تشخیصشون تشریف بیارین در خدمت هست. باشه چشم. حتما. خوبی مادر. گفتم نترس هیچی نیست. کی میرم خونم؟ میدیم دیگه مادر دیگه به ترخیصش کنیم. من برای کارهای ترخیص رو انجام بدم بیام. چیزی لازم نداریم. منظور. خب با توجه به اینکه مادر شما آلزایمر دارن چی فرمودید؟ اگه شما نمیدونستین این موضوع رو آلزایمر رو؟ بله مادر شما آلزایمر دارن. دکتر میشه مثلا آلزایمرش شدتش طوری باشه که بتونه اتفاقای مهم زندگیش هم فراموش کنه؟ بله گفتم خدمتتون خوشبختانه اوایل بیماریشون هستش. حتما تو اولین فرصت تحت نظر پزشک متخصص قرارشون بدیم. مسلماً بهبودی بهشون زودتر برمی‌گردد. علی بفرمایید بابا بشین قبول باشه مادر. قبول باشه مادر. نه بابا چه خوبی این سر صدا چی بود که به من نگفت چی بود؟ خیلی صدا بود. چیز خاصی نبود مامان جان. چیزی نبود. الان حالت خیلی خوبه؟ آره خدا رو شکر خوبم. خدا رو شکر. چی میخواستیم بگیم؟ میخواستیم باید بشینیم کلی صحبت کنیم. مامان جان میدونی چیه؟ شما طلاعاتو تو فریزر نذاشته بودی. ممکنه کجا گذاشته باشی طلاعاتو؟ خودت گفتی طلاعاتو فریزر گذاشتی. مام هرچی گشتیم که فریزر بده نگردیم. میتونی یاد بیاری کجا گذاشته بودی؟ اون پدر خدا بیامرزتون بود که هرچی رو میخواست قایم کنه طلای ملایی هم داشت تو فریزر میذاشت. من هیچ وقت تو فریزر نذاشتم. اونجا گذاشتم تو پارچه. یکی بلنشه بره پارچه برداری بیاره. ماما اینه. آره بابا سکه های باباتون هم همش این بیا بیا خدا چرا تو پارچ گذاشتی مادر؟ این همه تهمت زدی بابا. چرا گذاشتم؟ خواستم سر دوز کلا بذارم. دیدم دوز ممکنه بره باز فریزر چیزی رو ببینه. اما این چون بغل سماوره فکر میکنه همیشه توش آبه. بچه ها ترکیم هستیم. بچه ها مارسیم. من شبی فکر کردم. که کاری کنیم که دمادرمون دیگه با هم دعوا نکنیم. آه چه فکر کردیم. مثلا تو اومدم با هم دعوا کنم و سری به پدیم از اونم حرفشون یادشون میره. عمرا دیگه با هم دعوا نکنه. من اصلا با فکرتون موافق نیستم. تو کار بزرگترها دخالت نکنین. یه بار دیگه هم از این حرفا اینجا بزنین با من طرفین. اصلا کی با تو من از سالاری خاک پاتیم، کفش تو پاتیم، سرمه چشاتیم، رنگ رو ماتیم، کوچکتیم، تاج سر سرطت روی داریم، چکل داداش با کفترش زد.